تاریخ افغانستان بخش سوم دوران معاصر هموطنان عزیز علاقمندان محترم تاریخ افغانستان منابع زیاد برای تهیه این ویدیو کلیپ ها طرف استفاده قرار گرفته از جمله سلاید هایی که در این ویدیو کلیپ شما میبینین تهیه شده توسط تیم هولیفیلد برای اداره استخبارات نظامی امریکا تهیه شده بود مواد درسی بود که برای افسران و سربازان امریکایی که عازم افغانستان بودند طرف استفاده قرار میگرفت و میگیره علاوه بر سلاید های زیادی را شخص خودم تهیه کردیم که این معلومات را کامل تر میکنه و گوشه های تاریک را روشن تر میسازه. در بخش گذشته یا بخش دوم ما عصر اسلامی را مطالعه کردیم و تقدیم کردیم خدمت دوستا که این عصر اسلامی از شروع گسترش اسلام به سرزمین های افغانستان امروزی تا دوران صفوی ادامه پیدا کرد. بخش سوم این سلسله از ختم دوران صفوی و مغولی در سرزمین های افغانستان آغاز می‌گردد که این اواخر سالهای 1700 میلادی را در بر می‌گیرد. در این زمان در آسیای صغیر و آسیای میانه و نیم شبه قاره هند و جنوب آسیا سه قدرت عمده منطقوی در حاکمیت بودند. یکی ترکیه عثمانی بود که در آسیای صغیر و اروپا قدرت سیاسی را تحکیم کرده بود، در بخشی از اروپا البته. دولت صفوی فارس بود که نیمه از افغانستان امروزی را در بشمول قندهار و هرات در اختیار خود داشت و بخش شرقی افغانستان زیر حاکمیت مغولی دولت‌های مغولی هند قرار داشت. این سه امپراتوری را به نام امپراتوری‌های باروت هم یاد می‌کنند. این زمانی بود که باروت کشف شده بود و این کشورها نیروهای نظامی این کشورها با واحدهای توپخانه یا توپچی مجهز شده بودند و از باروت و از توپخانه استفاده می کردند در جنگ ها. در سال 1708 که افغانستان یا بهتر بگیم سرزمین های که فعلا به نام افغانستان یاد میشه برای 200 سال از سال 1510 تا 1708 زیر تسلط دو امپراتوری، یکی امپراتوری صفوی فارس و دیگرش امپراتوری مغولی یا بابری هند قرار. جنبش های آزادی خواهی در بعض مناطق افغانستان و خصوص مناطق پشتونشین شرق افغانستان، یعنی مناطق غرب دریای سند تا قندهار، بر ضد حاکمیت مغولی هند جنبش روشانی بایزید روشان، خوشحال خان خطک از جمله این مبارزات است که برای سالهای طولانی با حکومت مغولی در جنگ و جدال بوده. همچنان در داخل خاک افغانستان در قندهار، هرات نارضایتی ها از حاکمیت صفوی رو به ازدیاد. در زمانی که شاه عباس صفوی در حکومت بود او
تعهدات با رهبرای اقوام یا بزرگای اقوام پشتون انجام داده بود، کرده بود که اقوام پشتون در امور داخلی خود آزادی داشته و شاه عباس از سیاست های شیعه سازی که در عصر صفوی ها رواج داشت استفاده نمی کردند در مناطق پشتون نشین افغانستان. اما این حالت تغییر کرد زمانی که شاه عباس وفات کرد و بازمانده های از او بخصوص در زمان آخرین شاهی صفوی، شاه حسین صفوی، از این پالیسی عدول کرد و شخص را به نام گرگین نام که از گرجستان یا جورجیا بود ویس گورنر به قندهار اعزام کرد و او دستور داشت از طرف دربار صفوی که تا میتونه بالای مردم محل ظلم کنه. در این قسمت یک گزارش خدمت شما تقدیم میکنم که یک برنامه ساز تلویزیونی ایرانی تهیه کرده و او در این مورد صحبت میکنه. به این صحبت توجه کنید. همین در واقع جراشون افغانستان اینها آدم میفرستادند از اصفهان، میگفتند اینها سنی هستند، این افغانها از ظلم کم نکنید، هر چی میتوانید به اینها ستم کنید که چی شده که سنی هستند. اینها زمینه هاش فراهم آمده بود در روزگار صفوی و بعد از اون دوستان. بله ببینید، باد افاغنه که شبی ریشه تو کند همچون گیاه مهر به دندان جویدمت. شما تیمور لنگ رو فراموش کردین، چسبیدین به افاغنه، این درست نیست. به نظر من به جای این مرحمت بفرمایید یک عرض کنم بیت رو تصحیح کنید، تیمور رو تیمور لنگ. این داستان حمله افشیه و سنی داستانش خیلی فجیع و واقعا حیرت انگیزه. اینکه چه میکردن اون گرگین خان والی هرات و اینا، چه به روز زن بچه این ارز کنم که سنی ها میآوردن به دستور وزرای تشکیلات همین شاه سلطان حسین بیعرضه. ببینید این داستان حمله افاغنه و افاغنه که این مورخ ها نوشتن بدین گونه نبوده، یعنی بیشتر این مورخان کار حمله افغان، حمله افغان مثل این که اینها مثلا یه چیز بودن مثل مغول و عرب دن آمدن پایتخت رو گرفت. اگر تاریخ ها رو نگاه بکنی در میابید که یک جنگ بزرگی همین اشرف کرده و عثمانی ها رو شکست داده در همون روزگاری که در اصفهان به مدت کوتاهی که بودن، یک دفاع جانانه هم همین اشرف کرده است از ایران در مقابل از کنند که عثمانی، و یه شکست فاحش هم به اونها داده. بنابراین این افاغنه رو بذاریم کنار مدتی، یعنی اینها رو به غلط در ردیف عرض کنم که مغول و تیمور و نمیدونم عرب و اینها نگذاریم. اینها از حوزه یک فرهنگ بودن، یعنی ایران و افغانستان حوزه یک فرهنگ هست، یعنی اینها رو... طوری که دیدیم این زمان، در این زمان میرویس خان هوتکی رهبر قبیله غلزایی در قندهار ظهور میکنه، موصوف یک سیاستمدار پخته و یک وطن پرست به تمام معنی است. میرویس خان هوتکی که در بین قوم به حاجی میرخان شهرت داشت، پسر شالم خان یا شالم خان هوتک بود و اجداد او در بین قبیلهشان مقام خاصی داشتند. مادر او نازو دختر سلطان ملخی توخی بود که وقتی ریاست تمام غلجایی ها را داشت و به این صورت میرویس از طرف پدر و مادر خانزاده و در نظام خانخانی قبیلوی و اصر بایس رهبر غلجایی ها ارزندام کرد و همچنان دربار صفوی در قندهار لقب کلانتری را برای کلانتری غلجایی ها را به میرویس خان اعطا کرده بود. کسای در تازگی پیدا شدن که ادعا میکنن میرویس خان
پشتون نبوده بلکه از بخارا آمده و در اینجا به شهرت رسیده. از یک طرف ای اشخاص ادعا میکنن که جامعه پشتون جامعه کاملا قبیلوی است که تمام امور بر اساس شجره و ضوابط قبیلوی اجرا میشه، از طرف دیگه این قسم یک ادعای مضحکه که ولو از طرف کدام اروپایی مطرح شده باشه انجام میده. این معنی میده که مردم اصلا نمیشناسن قوم پشتونه. در یک جامعه قبیلوی هیچ کس نمیتونه بیایه و خود جا بزنه. اگر پشتون نباشه خود پشتون جا بزنه. پشتون ها شجره فامیلی خود تا ده ها پشت از حفظ دارن. هیچ کس نمیتونه بدون شجره درست از زعامت یک قوم پشتونه یا یک قبیله پشتونه به عهده بگیره. حتی عضو شده نمیتونه تا چی خواسته که او زعامت شده بگیره. این معنی میده که این مردم از یک طرف قوم پشتونه قبیلوی و سنتی میگن و از طرف دیگه ادعا میکنن که یک بخارایی آمده خود رهبر قوم پشتون ساخته. یا ایست که یا فتنگری میکنن یا ایست که یا نمیدانن، نمیشناسن جامعه پشتونه، نمیشناسن ساختمان اجتماعی جامعه پشتونه. خب از این موضوع میگذاریم برای که موضوع بسیار مسخری است. میرویس خان هوتک در صدد از بین بردن حاکمیت صفوی در قندهار میشه و بالاخره این حاکمیت با نابودی گرگین خان گورنر یا والی قزلباش صفوی در قندهار و قوای قزلباش به انجام میرسانه. در سال 1709 زمام امور در قندهار میگیره. صفوی ها برای 18 ماه آینده 4 بار لشکرکشی میکنن تا میرویس خان شکست. هر 4 بار شکست میخوره و سرزمین های زیاد را از دست میده، تا جایی که تا سال 1717 تا سرحدات فعلی افغانستان در اختیار میرویس خان هوتک قرار میگیره. در سال 1717 آزاد خان افغان در هرات بر ضد حاکمیت صفوی اقدام میکنه و صفوی ها را بیرون میرانه و آزادی هرات از قید صفوی ها اعلان میکنه. بعد این حساب تمام غرب افغانستان از زیر یوغ حاکمیت صفوی آزاد میشه. میرویس خان 2 پسر داشت. پسر اولش محمود 18 ساله بود در زمان وفات میرویس خان. پسر دومش از او 1 سال کوچکتر. بعد از وفات میرویس خان رهبرای قوم چون فکر کردن هنوز محمود آمادگی زعامت نداره، برادر میرویس خان عبدالعزیز به جانشینی از او برگزید. اما عبدالعزیز از جمله او کسایی بود که نه ارزش آزادی و استقلال میفهمید و نه او احساس وطن پرستی که در قلب میرویس خان بود در او جا داشت. او شخص جبون و در صدد بود تا با مصالحه با صفوی ها و گرفتن چند امتیاز دوباره صفوی ها را وارد دعوت کنه که بیاین در قندهار سلطه خود دوباره ایجاد کنه. و این زمانی بود که محمود به سر میرویس خان از این تصمیم خشمگین میشه و با همفکرهای خود بالای عبدالعزیز یا کاکای خود یا عموی خود حمله میکنه و میکشه و زعامت مردم قندهار به دست میگیره. فکر میکردن در گذشته بعضی مورخین که میرویس خان به امو رهبری قوم پشتون در قندهار اکتفا کرد و ادعای پادشاهی نداشت، اما این ادعا بعدا
معلوم شد که درست نیست. از جمله در تاریخ افغانستان در پنج قرن اخیر نوشته میر صدیق فرهنگ میخوانیم که از قول هانوی که معاصر میرویس خان بود گفته میشه. هانوی یک جهانگرد بود که به مناطق آسیای میانه و جنوب آسیا سفر کرد، چندین سفر داشت. او در اهم اصل میرویس خان بود. او میگه که نوشته میکنه در خاطرات سفر خود که میرویس خان اعلان پاشایی کرد و فرمان داد تا به نام او سکه هم بزنن و یک بیت را در سکهش درج کرده بودن که این آدم را به زبان انگلیسی نوشته بود. و اما بعدها وقتی استاد خلیل الله خلیلی سفیر بود در عراق، اصل شعر از روی تاریخ نویسای عرب متوجه میشه خونده بود و این سال 1974 است که در او خود اصل شعر به زبان دری نوشته شده که گفته میشه: سکه زد بر درهم دارالقرار قندهار، خان عادل شاه عالم میرویس نامدار. سکه زد بر درهم دارالقرار قندهار، خان عادل شاه عالم میرویس نامدار. و ای با عبارات انگلیسی وقتی که ای مقایسه میشه، قسمی که هانوی نوشته کرده بود مطابقت از او دیده میشه. به ای اساس ای دو مرجع متفاوت، یکی مرجع عرب و یکی مرجع انگلیسی، این موضوع را نشر میکنن که اصالت از او واضح میشه. بنابراین میرویس خان اولی پادشاه مستقل دولت افغانستان. البته ما میدونیم در اون زمان به نام دولت افغانستان یاد نمیشد، اما در اون زمان این جغرافیه که فعلا افغانستان است شامل خراسان، زابلستان، قندهار، سیستان، بلخ میشد. اما موضوع است که دولت هوتکی، شما هر کتاب تاریخی ایرانی رو برد بزنین گفته میشه که افغان ها و افغانه میگن شورش کردن، حاکمیت صفوی را سرنگون کردن. بعدا خواهیم دید که این افغان های افغانه به سرکردگی به سر میرویس خان، شاه محمود، بالای فارس حمله میکنه، اصفهان مرکز امپراتوری صفوی را اشغال میکنه و تاج و تخت صفوی را خود سلطان حسین صفوی به سر شاه محمود میگذاره. بنابراین طوری که میبینیم حاکمیتی که و همچنان در زمان میرویس خان این وقتی که بود از قندهار حکومت میکرد، این دولت یک دولتی است که زعامت از او به دست هوتکی های پشتون تبار قرار داره. ایرانی ها تمام پشتون ها را افغان میگفتند و از زبان ایرانی ها و فارس ها اعراب و افغان خطاب میکردند. و در تمام کتاب های تاریخی که ما میبینیم به همین ترتیب افغان خطاب میشد. بنابراین این حاکمیت افغان ها بر این سرزمین از زمان میرویس خان آغاز میشد. و اگر ما حاکمیت افغان ها را قبول داریم که در زمان میرویس خان، در زمان هوتکی ها و متعاقب از او که خواهیم دید ابدالی ها، بنابراین واضح است که به مرور زمان نام افغانستان هم عمومیت پیدا میکنه. فقط تابع زمان است، چون بعدا خواهیم دید که نام افغانستان برای مناطق در گذشته گفته می شد که از جنوب کابل تا دریای سند ادامه پیدا می کنه. ما ایره در کتاب بابرنامه ظهیرالدین بابر هم می خوانیم و همچنان در کتاب سیف هیروی، در کتاب تاریخ هرات سیف هیروی هم بارها 36 بار در حقیقت از افغانستان یاد شده. و این همین مناطق است که از جنوب کابل تا دریای سند ادامه پیدا میکنه. همچنان ما در تاریخ میبینیم که وقت ابن بطوطه در کابل میآید که از مورخین عرب است، نوشته میکنه که مردم کابل اکثریتش افغان هستند. بنابراین در این شک نیست که
حدود افغانستان از جنوب کابل و جنوب هندوکش بگویم به شمول مناطق قندهار تا دریای سند ادامه پیدا میکنه. بعد از وفات میرویس خان دیدیم که محمود هوتکی که ایرانی آورش محمود افغان میگن به قدرت میرسه و او حاکمیت هوتکی را تا اصفهان و تمام ایران تمدید میکنه. بعد از اینکه در سال 1722 عیسوی اصفهان را اشغال میکنه و تاج سلطنتی را شاه حسین صفوی بالایش میگذارد، تمام ایران در تسلط او قرار میگیره. چند سال بعد شاه محمود هوتکی بعد از قتل خانواده سلطنتی صفوی به تکلیف روانی مبتلا میشه و دیگر قابلیت اداری دولت نداره. توسط رهبرای دولت خلع میشه و قدرت به پسر کاکاش اشرف که پسر عبدالعزیز است تفویض میکنه. شاه اشرف هوتکی در مقابل عثمانی ها چندین جنگ میکنه، همچنان در مقابل روسهای تزاری از فارس حمایت میکنه. در اوج قدرت هوتکی ها در سال 1728 حاکمیت از او بالای تمام ایران به جز یک گوشی از گرگان که در او به سر شاه حسین صفوی طهماسب فرار کرده بود و در اینجا قدرت یک منطقه را اداره میکرد، دیگر تمامی مناطق در اختیار هوتکی ها قرار داشت و هوتکی ها حاکمیت خود بالای تمامی مناطق افغانستان شرقی امتداد داده بودند تا دریای سند یا قدرت دولت هوتکی ها از سال 1709 تا سال 1728 دوام میکنه. در سال 1728 نادرشاه افشار با کمک شاهزاده طهماسب صفوی اقدام میکنه و قوای اشرف شاه افغان شکست میده و با یک اردوی بسیار بزرگ بالای افغانستان حمله میکنه و هرات میگیره و برای 10 ماه شهر قندهار محاصره میکنه تا آن که قندهار سقوط میکنه. نادرشاه افشار به تعقیب به قندهار بالای هند حمله میکنه، شهر دیلی را اشغال میکنه و مردم دیلی را قتل عام میکنه. نادرشاه افشار در سال 1747 در نزدیکی های مشهد توسط درباریای خودش کشته میشه. دلیل از او ایست که نادر افشار در به اندازه آدم قسی القلبی بود که از کشتن هیچ کس دریغ نمیکرد، حتی پسر خود کشت و بعدا درباریای خود تهدید به کشتن کرد. درباریای نادر افشار رو میکشند، سرش رو جدا میکنند و چند سال بعد وقتی زندیا به قدرت میرسند جسد از او را از گور میکشند و به بیابان میاندازند. در وقت قتل نادر افشار یک فرقه از قوای افغانی و ازبک در قرارگاه نادرشاه افشار وجود داشتند که قزلباشای قوای افشاری بالای قوای افغان حمله میکنند، اما قوای افغان به سرکردگی احمد خان عبدالی از میانشان میگذره و به جانب قندهار حرکت میکنه. وقتی احمد شاه عبدالی به قندهار میرسه از طرف یک جرگه ملی
رهبران اقوام مختلف و پادشاهی انتخاب میشه. و این سال 1747 است و این زمان است که او را لقب در دوران میتن و این سبب میشه که به احمد شاه درانی معروف شد.